دوستان و همراهان همیشه یه درود بر شما، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه. با کشته های کامران قاسمپور دلاور جویباری ما در خدمت شما عزیزان هستم. از سری مسابقات جام ساسانی ایتالیا در سال 2024 خرداد ماه 1403 منتظر این تا با سوت داور اینجا کشتی آغاز بشه. کامران قاسمپور دلاور کشورمون با دونده قرمز زبان خودش دیگه میزبان گوچینی واس، ببینیم چه خواهد کرد. گوچینی واس که با دو بنده آبی داره کشتی میگیره و فکر نمی کنم بیشتر از یکی دو دقیقه بتونه دووم بیاد در مقابل کشتی گیر ما. یه لحظه میشه برای زیرگیری، بهترین زیرگیر دنیا، گلادیاتور کشتی جهان کامران قاسمپور که متاسفانه امسال از رقابت های وزن 92 کیلوگرم جا موند، رفت برای 97-86 که شانس خودش رو برای حضور در المپیک امتحان کنه. متاسفانه تو 97 که موفق نشد یک بار دیگه زیرگیری با سرعت مثال زدنی خود. به نظر من جام ساسانی ایتالیا بسیار کوچیکه برای کامران. ببین میره برای بارانداز، یه بار اندازش رو هم میذاره 6 بر 0 قشنگ داره بازی میکنه، قشنگ داره بازی میکنه با کشتیگیر ایتالیا و ازش میپرسه که طوری شده احساس ناراحتی میکنه یا نه و بریم به ادامه کشتی. 6 بر 0 نمیتونیم کشتیگیر دوام بیاره، دوام قهرمان جهان ما. دو سال پیاپی قهرمان جهان شد، 2021 22 23 متاسفانه مصدوم بود. به نظر من با هم مصدومیت هم میومد بازی میتونست طلا بگیره. سال گذشته هم که درگیر انتخابیای المپیک شد متاسفانه دو طلای جهان رو از دست داد. واقعا اینجوری میشه گفت، جای تاسف داره و خدا رو شکر برگشت به وزن خودش 92 کیلوگرم و دیگه حال خیالمون راحته. تو این وزن خیالمون راحته دیگه. خب یه دو تای دیگه میگیره 8 بر 3. ببین فکر نمی‌کنم بره برای بانداز، قشنگ مشخصه داره بازی میکنه با کشتیگیری ایتالیا، حتی حریف تمرینی هم حساب نمیشه براش. کشتی اولش بریم کشتی بعدی چه خواهد کرد. 8 بر 3 یه دو تای دیگه بگیره کار تمام خواهد شد. تو زرشاخ یه پلی اصلا هم کار میکنه. عرض کردم خدا شد که کامران دوباره برگشت رو 92 و از اصلی خودش و مطمئنن امسال در اوزان غیر المپیکی یک بار دیگه به طلا خواهد رسید. میتونه چند سالی چند تا طلای جهان بگیره تا همین بس. البته 86 هم کشتیگیر ایدئالیه، ولی خب حسن یزدانی رو داریم اونجا. ما حیفه که واقعا به هم بریزیم. 92 حالا یه 6 تو این داریم 86. حسن خدا رو شکر تو مسابقات قبلی نشون داد که تو بوداپست با اوج آمادگیش برگشته. ببینید چه خواهر کرد دلاور کشورمون، دلاور جویباری ما. دلاور کشتی نگه میداره و به کشتی ایتالیا تذکر میده که ضربه نزنه. حدود دو دقیقه کشتی گرفته، کاملا بریده، تازه کشتی نگرفت کامران باش که با کشتیگیر ایتالیا نمیدونم با چه انگیزه شرکت کردن. این بنده خودم همون دور اول واقعا حریف تمرینی هم نیستش برای کامران این کشتیگیر. گوچینی واس یک پای دیگه میشه وزیر گیری، یه خم به بالا خاک میکنه و یه دو تا دیگه میگیره و کار تموم میشه. 10 بر 0 خب خسته نباشید میگیم به کامران که اصلا خسته هم نشد. ببین اصلا نفس نمیزنه. اگر واقعا کشتی میگرفت باش تمام یه دقیقه اول کار تموم میکرد. خب دوستان تبریک میگیم به کامران عزیز، میره مرحله بعد. تا دوری دیگر بدرود دوستان.